سلام امیدوارم که خوب باشید ما رو هم کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید بیک رپ حواشی دیگه قرار هم بررسی کنیم حواشی 28 آذر ماه تا 1 دی ماه 1402 رو با هم دیگه اما قبل از سر حتما کانال رو سابسکرایب کنید اگر ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید اگه حال نکردید دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که با هم این رپ حواشی رو داشته باشیم هواشی امروز با سهراب ام جی شروع میکنیم و پستی که توی تلگرامش گذاشت به این شکل نوشت آقایون نسل یکی زنده این یه اعلام حیات کنین نگرانیم. این. بعد اینم چند تا وایس گذاشت و توضیح داد راجع به این مسئله ای که هست باز ما این چیزی گفتیم همه ربطش دادم به اینکه نمیدونم تیکه سهراب ام به فلان یا اینو راجع به اون مسئله این مسئله آقا من راجع به نسل یک میگم آقا کجا این منظورم تیکه و اینا نیستش یه سوالیه تلنگره و بحث موزیکیه من دوست دارم که بچهای قدیمی و هم نسل و هم سن خودم بیشتر کار کنن به نظر من زوده بخوای بی خیالش میدونم سخته این درآمد کوفتی کمه تو این بازی و میدونم ولی به نظرم الان زوده یا باید بیا اعلام کنیم مثلا من خدافیزی کردم تکلیف طرفدار روشن کنی یا اینکه کار بدین دیگه بیاین اونو وسط حال کنیم بابا زوده به خدا بی خیالش اینا حیفه این همه ما آرتست خفن نسل یکی داریم باید. کار کنین هم فنال میکنن هم خودتون یادی میاد بعدم الان دیگه اسپاتیفای هست یوتیوب هست به هر حال دادم بیشتر هرچی کار بده بذار تو این پلتفرم های درآمد نسبتا اوکی میگیره دیگه حالا زمان ما که میختویدم نمیدادم بمون ولی الان فرق کرده اوضاع حالا اسپانسر هستی که بتونه پیدا کنه فیت پولی هست آقا بدین دیگه آقا بدین یه کاری بکن یه حرکتی بزنین دیگه اونام که میگن نمیدونم فیت پولی نباید بدین و اینا تو سطح سطحتون میره پایین عايزم ریکراس و اسنوپ داگ و اینا دارن فیت پولی میدن لیل ون فیت پولی میده حالا یه رپر رپ فارس مثلا سطحش میاد پایین فیت پولی بده چی میگن اصلا خب دیدیم با هم صحبت های ام جی خب خیلی جاشو داره حق میگه باید فیت پولی اصلا توی مارکت باشه اما فیت پولی داریم تا فیت پولی اینکه سر پول با هر کسی بدون که کنترل کیفی بشه فیت بدن یه مسئله ایه اینکه فیت پولی بدن یه مسئله دیگه ای و اشخاصی هم که داشت نامی برد اکثرا جزو کسایی بودن که یه کوچولو تو فیت پولی هاشون حساسن حالا به جز اسنوب داگ و خب این مسئله خیلی مهمه و اینا یعنی فیت پولی که همیشه بوده و هست و خواهد بود سلام دیدم که یه سریا سرش آهنگ آه، مارس اونجا شو میگم امامش هم برام کنه دولت تعیین سری بسن داستانا با حسین که دیس و فلان و اینا چه فازی ها یه میشه میشنین درسته لقب حسین امام رفت فارسی ولی بقیه‌اشم دولت تعیین مشخص به کدوم امام منظورم تو اصلا آهنگ نیو تو این که کار کردم مثلا یه تیکر که بشه کسی باش قبلا همکاری داشتن؟ رابطن خوبه هم, هم که سری نبندین داستانا رو ویسی که شنیدیم از ارفان بود و راجبه به هر تیکه که تو آهنگ مارس داشت کاملا واضحه که داره دیس نمیده حالا نمیدونم چرا بعضی این فکر رو کرده بودن اما نکته جالب ویسشون قسمت آخر بود که میگفت شاید با هم در ادامه همکاری داشته باشیم که امیدواریم حسین ما توی خورشید ببینیم اگه توی خورشید هم حالا نبینیم یه همکاری باشه نسل یک واقعا به شدت کم کارن یه کوچولو کاش پرکارتر باشن و لذت ببریم توی دو, دو روز گذشته تقریبا ما حواشی و داستان عجیب داشتیم همونطور که میدونید امیر خلوت یک اجرایی داشت توی تئاتر فکر میکنم اسم برنامه اسکرین شات بود اسم اجرایی که داشتم اونجا خب هایی مثل نسیم و شایه بودن که شاید قبل از رفتن اعلام حضور کرد زمانی که شاید اونجا بود توی ویدیو همطور که دارید میبینید به شدت آدم اومده بود خیلی افراد زیادی جمع شده بودن تو این هیروویر ما یه دیدیم که به حال داره خبرها در میاد که محمد رضا شای دستگیر شده و یک ماشین پلیس اونجا محمد رضا شای حالا بدون که دستمنده چیزی باشه گرفته بودن و سوار ماشین کرده بودن اما بعد از اون جعفری یک وایس جالب گذاشت و گفت اونجا چون سفارته پلیس زحمت کشید دمشون گرم اومدن و محمد رضا رو بردن یه جورایی انگار میخواستن هم اونجا خلوت بشه که به حال سفارت هست هم امنیت شایه حفظ بشه و این خودش کلی سوال و داستان بود واسه اینکه خیلی جاها خیلی از حالا آرتیست باشه یا اشخاص دیگه باشن یه جا جمع میشن و چند تا آدم میان بالای سی چهل نفر معمولا اون افرادو میگیرن و حتی یه شب بازداشت میشن و اینکه حالا این داستان اینجوری بود یه سری هواشی رو داره واسه شایع پیش میاره ولی داستانی که من دارم فکر میکنم و راجبش هم با هم صحبت کرده بودیم که دونه دونه هم داریم تیکاهاشو میبینیم مثل همین اتفاق و حالا اجرا گذاشتن امیر خلوت سینا سایی که حالا سینا از قدیمم هم ولی داره بیشتر میشه اجرایی که بچه ها به صورت یعنی بیشتر دارن توی تهران میذارن و گیره کمتر به نظر میاد که یه کوچولو داستانه نسبت به رپ عوض شده حالا از صحبتهایی که رایفی پور میکنه و بقیه یه کوچولو این داستانه عوض شده و به نظر ما خیلی آزادتر رپو تو ایران خواهیم داشت اما در واکنش به این داستان اول از همه کچیبیت یه واکنششون داد و نوشت مگه نمیبینید جوونا دارن فریاد میزنن واسه رپرامون مگه این جماعت رو نمیبینید تا کی میخواین در آرو ببندین باز کنین همین جوونا حال کنن هم رپرا به یه نون و نوایی برسن هم خودتون پول درارین اقتصاد کشور رو با رپ و موسیقی میتونین تکون بدین این همون نشونه ای که نسل عوض شده ما که داریم پیر میشیم یعنی شدیم دیگه حداقل نسلای جوانتر جای ما به آرزوشون برسن سهراب هم به این داستان پرداخت و آمد نوشت که دولت هم اگه اوکی باشه مافیای پاپ که نمیخواد این اتفاق بیفته خب منطقی هم هست چون واقعا ما داریم میبینیم دیگه بازخوردار اینا چه جوریه در هر صورت خود سهراب امجی یک پست گذاشت تو اینستاگرامش با یک ای کپشن که نوشته بود بعدی تهران از کنسرتش توی مسکو با علی اردوان به هر بود اون شات های ویدیو و بعد اینو نوشت به نظر میاد که خیلی اوضاع داره جالب تر میشه توی ایران در رابطه با این من قبلا هم راجبش حرف زدم فکر کنم به زودی دیگه این اتفاق خیلی راحت تر توی ایران خواهد افتاد و فقط مسئله ای که هست رپر باید آزادی بیان داشته باشه اون آزادی بیان بعد ببینیم چه جوری میشه شاید اینکه خیلی از رپرامون هم شل کردن داستانش اینجوریه حالا باید ببینیم این چه جوری پیش میره اما به نظر میاد که به زودی ها یک سری درها وا میشه و شاید هم یک سری ترهای آشتی کنون با ملته کلا تو این چند روزه اسم شای خیلی می اومد حالا چه به منفی چه به مثبت چون همونطور که میدونید دانیال هم دیسش کرد دقیقا فردا اون روز داستان دستگیری آهنگ عجیم عجیب رو که با هم ریاکشن رفتیم توی کانال هست میتونید برید ببینید و اومد دیس داد که خودش یه سری داستان ها رو رقم زد اول از همه خب چرسی هم واکنششون داد چرسی هم دیس شده بود تو آهنگش خبرها برای بار هزارم سگ خستگی ناپذیر دست صاحب خود را گاز میگیرد و اینو گفت چون خیلی ها دارن وصل میکنن این داستان مثل فدایینا اینا که خیلی جداست داستان فدایی و هیچ کس دو تا کیس متفاوت و شایع و دانیال که راجب این کامل توی رپروک صحبت میکنیم به جز چرسی کسایی دیگه هم واکنششون دادن مسین و ریبار و گندم با یک ویدیو از این دیست سرک حمایت کردن بعد از این واکنش و حمایت ها از این دیس خیلی واکنش مستقیمی شایع نداشت اما جعفری یک همچین استوری که توش تگ شده بودن که اسم همون دیسترک خواب نباشیم هم توش بود و اوورده بود استوری خنده شایر گذاشت و اینجوری واکنششون داد که رادپرو هم واکنششون داد به این داستان که میبینیم استوری رادپرو رو خیلی کسی هستی اعتماد کردم می خب استوری راد رو دیدیم حالا جالب که توش نوشته بود شب بخیر گوگلیا اگه من رب می نوشتم یه ورس خودم میذاشتم سنگش ادا آدم خوبا در نیارین بس عوام فریبی و این واکنش رو نشون داد بعد از اون دیگه خیلی داستانی نبود اتفاقی نبود اما یک نکته خیلی عجیب هست و خود من هم رفتم چک کردم اونم اینه که پست آخر محمد رضا همه کامنت ها که نمیشه گفت ولی درصد زیادی از کامنت ها داره اشاره میکنه به این دیس خیلی ها دارن یک کشتک میزنن به بخشینا. دارید میبینید اینجا اسکرین که خودم گرفتم و تو چهار و کامنتی که هست تقریبا میشه گفت که 50 60 درصد کامنت ها است که خیلی‌ها دارن این به حال هشتگ ببخشینا رو میزنن و حالا اون میم معروف و اونجا گیفش رو میذارن و یه سری هم دارن میگن اگه جواب ندی معلومه که داره راست میگه یا خیلی‌ها دارن میگن جواب ندی نظر ما عوض شده خیلی‌ها دارن میگن که آقا اصلا چیه داستان راست میگه چیه بیا شفاف سازی کن و خیلی هیاهو ایجاد کرده حالا آدز این فیک بودنه رو هم میشه گذاشت که شاید شاید بیا تو این داستان اما بعید میدونم چون اکثر کسایی که من خودم چک کردم اکانتشون اکانت واقعی بودن داشتن اینا رو می نوشن. حالا اون آدز فیک بودنه فکر نمی کنم واقعی باشه چون بعضی یعنی اینو می نویسن که حالا چون اتفاق افتاده پس این به هر حال کامنت های فیک هست که من توی چکی که داشتم اکثرا فیک نبودن پنجا دلار خرج دو هفتمه فقط نمیدونم چرا ماشینم دیویز خونه یکی دیگه هم زندگی میکنم آشتی نمی ویدیویی که دیدید استوری علی پاشا بود که داشت تمسخر میکرد چرسی رو چرا چون تو ویدیویی که با سوالک داشت داشت به این اشاره میکرد که یعنی سوالک ازش پرسید اگه پنجا هزار دلار پول بد بدن فیت میدی با پوری که اومد گفت دلار که پول نیست خرج سه ماهه که حالا تو مصاحبه است دیگه بعد بگیری اون چهره آرتیسیونه و اینا که 50000 دلار خب تو ایران واقعا پول زیادیه ولی خب بحث اصلی چرسی این بود که حرمتش شکسته شده ما قبلا سر سفره هم نشسته بودیم یه داستان خیلی عجیب و رومخ هم داشتیم که دو طرف خیلی رومخ بود که میخوام بهش بپردازیم داستان هم آلبوم گنگشت زاخار وول دو بود از زیروتون وانکید که ما دیدیم یک به حال پستی گذاشت توی تلگرامش به صورت عکس اینجوری که به نظر اومد یکی داشت می‌رفت این آلبوم لیک کنه وزیرش زیرش نمیشه بود من منیجر ندارم اما شما رو دارم که داشت میگفت آقا این دیکسنه که رفته اینو پخش کنه دم اون رسانه ای که اینو نگرفت پخش کنه گرم و دم اونی که گرفت و پخش کرد نگرم چی بگم نمیشه جوری دیگر اصلا چیکار داریم میکنی و اومد اینو زد و بعدن یعنی همون فرداش قبل از اینکه آلبوم بیاد در شاید که لیک شده بود یه سری عکس رو منتشر کردن میگفتن آقا ایشون مثلا نشه بوده و اینها بعد پرسوجو چرا فلان 450 دلار به ما بده کاره آقا 450 دلار مگه پوله این یک دو خودتون رو آلبوم زحمت کشیدید پخش کنه اینجوری به فناش بدید سه چرا به عنوان یک شخص که با یک آرتیست توی یک استودیویی بعد از حال بدی اون عکس بگیری یعنی این خود اون داستان یه کوچول اینجوری که چه خبره تو دنبال یه حرکتی بودی که اونجا این عکس رو گرفتی و یعنی اگر اگه رفیقته و دارین با هم کار میکنین چرا بعد از حال بد... بدیهاش عکس بگیری که آتو داشته باشی این منطقی در نمیاد حالا یه آرتیست میدوند آقا اصلا معتاد باشه تو کسایی که حالا هر کسی که به حال مصرف داره یک دوران بدی رو داره یه اتفاقات بدی واسش میفته نشگی داره فلان به اینا نمیگیم خوبه آقا نقطه ضعفونه چرا باید از این عکس گرفته بشه و سوء استفاده بشه و چرا باید این عکس اصلا بگیری این داستانی هست که بود و خب ما یه سوال دیگه هم که دارم اینه که آقا شخصی که قبلا با یه آرتیست کار کرده خراب کرده با خودت کار کرده خراب کرده چرا دوباره باید با این فعالیت شکل بگیره بچه‌ای که دارن فعالیت میکنن رپرها حالا قدیمی ها جدیدا یه سری آدم هستن که قبلا با اشخاص دیگه کار کردن جند زدن ویس پخش کردن لیک کردن اینا چرا فکر میکنید این آدم قرار اون رو با شما نکنه یا چه دیلی این وسط هست که شما حاضر میشید اون رو بکنید این همه آدم هستن تو به هر این داستان که میتونن کارا رو بکنن چرا اشخاص سیاه کارنامه سیاه مشخصه که کارایی که کردن چرا با این اشخاص کار میکنید یه بار طرف یه جا گند زده یه گند بزرگی هم زده که معلومه چرا باید باش با کار کرد یه نکته نکته بعدی وایس رو بشنویم از زیرتون وان کید یه پیام دارم واسه پژوکات عزیز اینو وایس میدم چون دوران خوبی با هم داشتیم چون گرفتی رو بعد یه سری چیزا جواب بدم به غیر از ماشین قسطی که یه ماه در میون پولشو نداشتی بانک تو دیکلاین میکرد من میدادم همچنین اینشورنس و بجز شرخر یا همون بیلیفتی که هر روز صبح هفت صبح به خاطر یاد به گاوران در خونه یا رو پاکستانی من میرفتم سراغش زنگ زد پلیس و بجز جز پولی که دادم بری ترکیه خانم تو بعد ده, ده سال ببینی و سه تا ایتالیایی که بردمت کلا من آدم بدی بودم تو سر تو خراب بودم درست میگی دمت گرم موفق باشی این هم وایس زیروتونی بانکی بود که با دوست دخترش به هم زدن و دوست دخترش یه سری چیزا میگه زیروتونی بانکی اومد اینو گفت آقا مگه بچه بود؟ واقعا من نمیدونم اسم داری زیر تونه وان کید بچه‌ای که حالا بقیه اشخاص شما اسم دارید آرتیستید روتون نگاه ها هست خیلی از شما الگو میگیرن ایده میگیرن با شما میخوابن پا میشن با موهنگاتون این چه حرکات غیر حرفه آقا بیاد بگه اصلا یه شخص اومده گفته دیگه دعواهای دوست پسری دوست دختری نیارید رپ فارسی ملت دارم میبینم میگن رپ رو نگاه کن حالا درست اسمت کیده زیرو تو نیوان کیده دیگه نه بعد چگونه برخورد بشه اون از داستان فالو آن فالو کردن که خودت هم اومدی پخش کردی سوتی دادی که داشی نشون میدادی من با راش میلیونز دارم حرف میزنم که راش میلیونز اینجوری بود که آقا چرا انقدر فالو آن فالو میکنی که خیلی آرام اینجوری میکنی اون از این این بابا آرتیستید الان نگاه ها روتون زومه یه کریری درست کردید حواستون به این چیزا باشه من نمیدونم کسی نیست بگه اینا رو درسته هواشی باله ولی چه هواشی یه هواشی که منم این کار رو کردم منم اون کارو کردم مثل دوتا مثلا بچه 15 ساله 20 ساله که با هم به هم زدن بابا تو آهنگاتون که همش این هست اون هست زیاده این کارا دیگه چیه من نمیدونم واقعا مسائلیه که به رپه داره صدمه میزنه آقا چهار نفر بخوام بگم رپرامون رو ببین بیان واکنن اون داره اونجا به اون فوش میده این اینجوریه اون اومده این کاری کرده اون اونجوری این با دوست دخترش اینجوری مثل یه کوچولو نسبت به اسمتون رفتار کنید بعضیاتون واقعا هواشی تو جای هست جالب فلان دیگه هر چیزی و این داستانی بود که واقعا رو مخ من بود داشتم میدیدم و جا داشت که بهش اشاره کنم اینا هم همه نقد فاز هیتری و اینا نیست لوک قضیه رو شما ببین اصلا جذاب نیست یه دعوای تو دانشگاه و مدرسه نیست که دیگه نمیدونم خلاصه این از این امیدواریم که این اتفاقا لیک شدن اینه کمتر بشه جدیدا هم همینجوری زر تو زر دا داره لیک میشه و نمیدونیم چرا ای داره لیک میشه این بس اینم مثلا حاشیه است نمیدونم چون داره ویو رو صدمه میزنه چیه داستان هی داره لیک میشه موزیکا اصلا از یه اشخاصی که اصلا نمیدونیم اصلا چرا موزیکه بعد لیک بشه بعد با کی کار میکنید چجوری کام اینا رو یکم هندل کنید یه منیجرای درست بگیرید مارکت داره جای خوبی میره بذارید رفتاری هم قشنگ باشه یکم رفتار حرفه‌ای هم داشته باشیم تو مارکت خیلی قشنگ تر میشه نمیشه خلاصه این از این و اینم از رپ امروز که یه کوچولو رو مخ بود شاید بعضی خبر و حواشیایی که بعضی چیزاش بچه بازی بود من خودم دوست دارم اینا رو پوشش ندم ولی دیگه بعضی وقتا هم باید پوشش داد و حرف زد و راجبش صحبت کرد یعنی منظورم همین حواشی دوست پسری دوست دختری خب ما داشتیم کسایی رو که کات کردن کات کردن رفتن اصلا تموم شد و رفت حالا هزار تا داستانم پوشش بود نه بعد خودش بیاد آرتیس از این حرفا بزنه و البته که کرکتر شناخته میشه این از این دم همتون گرم هم مرسی که دیدید و مرسی که بودید لایک و سابسکرایب با این داستانه یادتون نره امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بم باشه و رپ فارسی توش اتفاقات عجیب کمتر بیفته داستانه مجوز اینا هم که با هم بررسی کردیم راجع حرف زدیم که به نظر میاد دیگه چند بار این حرفو زدم ولی در آینده ما رپر وصل و غیر وصل نخواهیم داشت رپر داخل ایران خارج ایران خواهیم داشت و احتمالاً خیلی دیگه هم برمیگردن اینو تو این یک سال گفتیم بعضی حرفا هم که قدیم می‌زدیم نقد می‌کنم گفتم اوتو هیتری چی میگی چی میدونی از این حرفا دارید می‌بینید که داره رخ میده و اینا خب عمل کرده یک سری‌ها بوده به هر حال این مسئله که داره میره جلو دمتون گرم نظرتون حتما تو کامنت بنویسید تا ویدیو بعدی سی